گزارشی می‌دیدیم درباره ردیابی مزنون اصلی حمله‌های مرگبار 13 نوامبر در پاریس که اشکال فنی در پخش اون به وجود اومد. همکاران من در اتاق فرمانی مشکل رو حل کردند. بار دیگر می‌ریم به گزارش نیلوفر پور ابراهیم نگاه می‌کنیم. 10 دسامبر سال گذشته میلادی پلیس بلژیک این آپارتمان در بروکسل را برای یافتن مزنون اصلی حملات 13 نوامبر پاریس تفتیش کرد، ولی تا امروز نتایج آن را اعلام نکرده بود. دستگاه قضایی بلژیک حالا میگوید در این آپارتمان آثار مواد لازم برای آماده سازی تجهیزات انفجاری، 3 کمربند احتمالاً برای حمل مواد منفجره و رد مواد منفجره از همان نوعی که در حملات ماه نوامبر در پاریس استفاده شده بود را پیدا کرده است. اثر انگشت صلاح عبدالسلام مزنون اصلی و فراری حملات 13 نوامبر در پاریس نیز به دست آمده. آپارتمان با یک هویت جعلی اجاره شده. احتمال می‌رود این هویت جعلی را یکی از افرادی که پیشتر بازداشت شدند برای خود انتخاب کرده. از زمان حملات نوامبر در پاریس دستگاه قضایی بلژیک 10 نفر را به اتهام تروریسم بازداشت کرده که از این 10 نفر 9 نفر همچنان در بازداشت به سر می‌برند. این افراد کسانی هستند که احتمالاً به فرار صلاح عبدالسلام کمک کردند. سخنگوی دستگاه قضایی بلژیک گفته است از طریق اثر انگشت نمیتوان تاریخ و ساعت حضور عبدالسلام را مشخص کرد و ما نمیدانیم که او قبل از حملات 13 نوامبر به این آپارتمان آمده یا پس از آن. صلاح عبدالسلام که از او به عنوان هماهنگ کننده حملات نوامبر پاریس نام میبرند، یک روز بعد از این حملات از فرانسه خارج شده و به بلژیک رفته است. او از آن زمان تحت تعقیب بین‌المللی است. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.